گردش چرخ اقتصاد افغانستان در 2018 میلادی کندوبتی بود. در این سال سرمایه گذاری ها اندک بود، تولیدات زراعتی کاهش یافت و کارخانه های داخلی تا 30% سهمشان را در بازارها از دست دادند. چالش بزرگ اما ورشکست ده ها کارخانه بود. تقریبا 40-45 فابریکی سنگ بند شد، از سنگ رخام، مرمر رخام و خاصا در بخش پلاستیک باب تقریبا فابریکا با سقوط مواجه شدند. در بخش تقریبا در بخشای مواد غذایی فابریکاتی که به میلیون ها دلار به خاطر قراردادهای ادارات دولتی در بخش پاپوش سرمایه گذاری کرده بودند وام ساقط مانده، تابع کار خود فعال نکرده. فابریکاتی البسه بود که باید مامورای وزارت توجه دفاع و خاصتا امنیت ملی و پلیس می قرارداد میکردن، وام تقریبا همینطور مانده. این چالش صدها کارگر را بیکار ساخت. آمارها نشان میدهند که همکنون 1.9 میلیون کارگر در افغانستان بیکارند. اما امسال تجارت رشد کرد و با گشایش نو دهلیز هوایی بیش از 5000 تن کالا به ارزش 100 میلیون دلار صادر شدند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در 9 ماه نخست امسال صادرات افغانستان به 800 میلیون دلار رسیده است که افزایش 30% را نشان میدهد. تقریبا ما نسبت به سال گذشته اضافه از 25 الی 30% در صادرات خود افزایش به وجود آوردیم. صادرات فوق العاده خوب بوده، مسائل ترانزیتی ما خوب شده بوده، تجارت ما بد نبودن، به هر صورت مشکلات داشتن، تعرفه بلند رفتن، قیمتی آمدن، سطح زندگی مردم پایین آمدن. با وصف این مشکلات در بخش صنعت ما پیشرفت‌هایی نداشتیم. در 2018 میلادی افغانستان برای ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی تلاش بیشتر کرد و برای نخستین بار با گشایش راه لاجورد که افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و اروپا وصل می کند، 9 موتر حامل کالاهای تجارتی را به ترکیه فرستاد. امسال کار عملی ساخت خط لوله گاز تاپی هم آغاز شد. امسال زیاد بارندگی وجود نداشت، از این لحاظ سهم زراعت کمی کاهش کرده. در بخش صنایع تقریبا در حدود مو سالهای قبل باقی مانده و سهم خدمات هم یک اندازه کاهش کرده، یعنی به این معنی است که افزایش را که ما رشد اقتصادی سال قبل داشتیم که در حدود 7.2% بود، این امسال ما رشد نخواد داشتیم، احتمالاً که در حدود 3 الی 4% رشد ما خواهد بود که البته در صورتی که ربع بعدی هم ما در ساعات مختلف فعالیت‌های اقتصادی خوب داشته باشیم. اما در این سال برای نخستین بار درآمد داخلی دولت به بیش از 2 میلیارد دلار رسید و افزایش تعرفه بر کالاها قیمت مواد غذایی را افزایش داد که در نهایت قدرت خرید در میان مردم پایین آمد. ظاهراً بخشی از مشکلات در اقتصاد افغانستان ریشه در جنگ دارد که 40 سال از دامن این کشور را گرفته است. آگاهان هم میگویند که مبارزه با فساد و رهایی از اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی نیز سالها تلاش و مدیریت می‌طلبد تا سرانجام زمینه گذار از وضعیت کنونی فراهم شود و اقتصاد افغانستان به شگوفایی که افغان‌ها می‌خواهند برسد. سید اسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.